شرایطی رو در نظر بگیرید که مثلا یه پدال اووردرایو خریدین، آوردین خونه و دارین باش کار میکنین، احتمالا میخواییم برین سر تمرین، احتمالا میخواییم باهاش موزیک ریکورد بکنین توی کامپیوترتون اگه هوم استودیو دارین. اینجا جاییه که خب احتیاج هستش به یه سری اکویپمنت های دیگه، یعنی اون پدال اووردرایو یا پدال پری امپ یا انواع پدال هایی که حالا کار گین براتون انجام میدن قراره که وارد یه جایی بشن که صدای شما رو اولا که تقویت میکنه، دوباره که بهش رنگ میده، بهش عمق میده، به صدا شخصیت میده. این بخش شخصیت و به اصطلاح آب و رنگی که ما به صدا اضافه میکنیم و در حالت کلاسیکش ما با امپای تیوب خیلی سنگین و بزرگ و گرون و غیر قابل اعتماد ولی خیلی دوست داشتنی تولید میکنیم، ولی خب مشکلاتی هست، اینا واقعا گرون هستن، تعمیر و نگهداری لازم دارن، حمل و نقلشون سخته. بنابراین تکنولوژی این روزا، همین بگم شاید توی 10 سال یا 15 سال اخیر، تمام سعیشو داره میکنه که چیزی رو که امپای تیوب به اصطلاح امکانات یا خدماتی رو که امپای تیوب به ما گیتاریستا میدن رو توی واحدهای کوچیکتر که قابل حمل و ارزون قیمت باشه و حتی تو تعداد بیشتر توی یه یونیت کوچیک به بازار عرضه بکنن. از این دسته به کمپانیایی که این کار میکنن نیو اکس هستش که ما اینجا یک مثلا امپ مدلر یا کابینت سیمولیتور داریم به اسم سالید استودیو. امپ مدلر یعنی وسیله‌ای که ادای آمپلیفایر رو در میاره. کپ سیمولیتور شبیه ساز کابینت های به اصطلاح 2x12 1x12 یا تمام کابینت هایی که ما داریم با اسپیکرهاشون شبیه ساز اینا. ما برای اینکه صدای خوب گیتار داشته باشیم احتیاج داریم به یک پری امپ، به یک پاور امپ و یک کابینت با اسپیکر. اجازه بدین یه خلاصه بهتون نشون بدم که چجوری اولا خود صدای پدال اووردرایو یا پدال دیستورشن خودش به تنهایی چه صدایی بهتون میده اگر بخواید تو کامپیوترتون ریکوردش بکنید، یا اگر بخواید برین سر تمرین یا روی استیج و بخواید یه همچین وسیله رو ببرید و وصل کنید به میکسر، چه صدایی رو خواهیم داشت و بعد با سیمولیتورها و مدلرها چه شخصیتایی رو میتونیم به این صدا اضافه بکنیم. اولا صدای خود گیتار به تنهایی، صدای مرده‌ای به نظر میاد به خاطر اینکه هیچ فیلتری روش نیست، سیم هستش و پیکاپ و اون چه میشنویم محصول الکتریکیه که حالا به عنوان یه سیگنال وارد کامپیوتر شده، حالا یه مقدار تقویت دیجیتال هم از اون طرف روی کامپیوتر روش صورت گرفته. خود متال کور رو بشنویم حالا به عنوان یک پدال دیستورشن، باز اینم خیلی صدای قابل قبولی نیستش، من بهش امپ اضافه میکنم. شاید حتی بگم یه کمی هم بدتر از اون چیزی که بود شد، به خاطر اینکه حالا یه سری فرکانس های دیگه هم خیلی زیادی اومدن بیرون و نهایتا ما بهش کابینت و میکروفون اضافه میکنیم. من میتونم یه سری کابینت های دیگر رو با میکروفون های دیگه باز دوباره وارد ماجرا بکنم. تفاوتشون رو یه بار گوش کنیم. 1960 این 4x12 این بخش کابینت سیمولیتور من یا اسپیکر سیمولیشن من اینجاست و من دارم کابینت و اسپیکرهای مختلف رو و...
اگر بخوام میتونم پاور تیوبام هم عوض بکنم. الان روی EL34 هستم، میرم سراغ 6V6. در 12 EL34 رو من خیلی دوست دارم اینجا. و و و صداهایی که میتونم فقط از یک متال کورم وارد انواع کابینت ها و انواع امپ ها، سنو امپ البته با میکروفون گذاری های مختلف. من میتونم میکروفونم رو وسط اسپیکر بذارم، میتونم به اصطلاح در کناره های اسپیکر بذارم، من میتونم کارهای دیگه ای بکنم، میتونم از میکروفون های مختلف استفاده بکنم. هر کدوم از این میکروفون ها یک صدا و یک شخصیت اضافه میکنن. اجازه بدید این بار من باز همون 1960 شروع بکنم، ولی میکروفون پلیسمنت های مختلف. میکروفون‌های مختلف. به نظر من خیلی صداهای خوبی میتونیم با سالید استودیو داشته باشیم. نکته اینجاست که من اگر بخوام میتونم زمانی که دارم توی پروژه‌ای دارم کاری رو ریکورد میکنم، مثلا قراره که دو تا گیتار رو به صورت به اصطلاح دوبل بزنم، یکی سمت راست یکی سمت چپ، حتما لازمه که یه تغییراتی بین چپ و راست باشه. خیلی وقتا حتی گیتارا رو تغییر میدادم، پیکاپا رو تغییر میده، کابینت و امپا رو تغییر میده. و اینجاست که خیلی کار کسی که داره موقع ضبط کار انجام میده با سالید استودیو کارش خیلی راحت خواهد بود، چرا که میتونیم خیلی راحت کابینت های مختلف رو انتخاب بکنیم و توی چنل های مختلف از امپ ها و شخصیت های رنگی و امپی مختلف استفاده بکنیم و به اصطلاح پروداکشنمون رو هرچی باحال تر انجام بدیم. بنابراین بهش توجه بکنید و اینو نمیدونم، احساس میکنم که دست کم داریم میگیریم. یه سری از دوستان شاید اسم کمپانی رو که میشنوم فکر میکنن که، ولی اینا چیزهای خیلی مطرحی هستن. من خودم بارها دست کسایی توی یوتیوب دیدم که این محصولات مخصوصا این سری پدالای نیو اکس دمو شده. من نمیخوام از اون اشخاص اسم ببرم، حتما اگر نگاه بکنید میبینید. بیایید این بخش این نیو اکس هستش یا نوکس هستش چینی یا فلان، اینو بذاریم کنار. اون چیزی که گوشتون میشنوه میخواین، حالا میگم برای اینکه ما بتونیم مثلا به یه صداهایی برسیم که خیلی باحال باشن، بیایید اینجا حضوری خودتون بردارید تستش بکنید، باهاش بزنید ببینید. اگه خواستیم با چیزهای دیگه مقایسهش بکنید، خودتون دموش بکنید. منم حالا سعی میکنم یه بار دیگه صداهایی براتون در بیارم. فعلا باهاتون خدافظی میکنم. این صداها رو گوش بکنید، اگر دوست داشتین بیایید سراغش.